شاهزاده رضا پهلوی به صفحه فیسبوک بیژن فرهودی شماره 1 و 2 هر دو خوش اومدید. خیلی متشکرم، مرسی. مدت مدیدی که با هم صحبت نکردیم. امروز می‌خواستم چند تا مبحث اصلی رو باهاتون در میون بذارم و چون می‌دونید در فیسبوک قرار می‌گیره، ازتون خواهش می‌کنم که مفید و مختصر جواب سوالا رو بدید. در مورد گفتگوهای اتمی شروع می‌کنم. در ژنو مذاکرات تموم شد، دو روز گفتگو کردن نماینده ایران با 5+1 و در پایان فقط یکی دو جمله ازش در آمد که توافق خواهیم کرد که در ترکیه در استانبول ملاقات کنیم در ماه ژانویه، همکاری کنیم حول نکات مشترک، اینطور که آقای جلیلی گفتن. فکر میکنید واقعا این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟ با توجه به اینکه جلیلی در پاسخ به سوال رئیس دفتر خبرگزاری رویترز در تهران اظهار داشتش که در استانبول ما غنی‌سازی اورانیوم رو تعلیق نخواهیم کرد. ببینید، از این حرفا ما زیاد شنیدیم این مدت. تنها چیزی که عملا میشه تا به حال نتیجه گیری کرد نیستش که رژیم جمهوری اسلامی سعی کرده از این طریق وقت بخره، وقت کشی بکنه، موضوع بحث رو عوض بکنه از آنچه که هست به یک موضوع دیگر، و شاید از همه چیز مهمتر برای بقیه ما مردم ایران مسئله محوری رو تحت شعاع این موضوع قرار بده، یعنی نقض حقوق بشر و نبود آزادی سیاسی در ایران و اون خفقانی که رژیم به شکل سرکوبگرانه باهاش با مردم خودش برخورد میکنه. بنابراین نکته من این هستش که ما مردم ایران باید حواسمون جمع باشه که به دنیا از یک سو یادآور بشیم که ادامه این روند مسابقه است که رژیم با بقیه ما که میخوایم به آزادی برسیم رو داره. یعنی کی زودتر به نتیجه میرسه، ما به آزادیمون یا رژیم به اسلحه کشتار جمعیش؟ رژیم میدونه که برای بقای خودش یا لااقل برای اون که بخت خودش رو برای بقای خودش بیشتر بالا ببره احتیاج به چنین وسیله‌ای داره، برای اینکه به دنیا بگه بزن این عقب، ما حالا وضعمون فرق کرده. دنیا اگه میخواد کار به جای جنگ و به حمله به ایران نکشه، بایستی بیاد امروز یک تصمیم اساسی بگیره در تقویت و حمایت از مردم ایران. بلکه این مذاکرات به جایی نخواهد رسید. من اعتقاد ندارم که رژیم بخواد به صورت مسالمت‌آمیزی با دنیا برخورد بکنه. اگه این طور بود این همه پول مملکت رو خرج گروه‌های تروریستی نمی‌کرد، اگه این طور بود این همه شکم گرسنه کارگرامون رو سیر می‌کرد به جایی که پول بده به حزب الله غیر ازاله. کاملا نیت رژیم برای من مشخصه. من می‌خوام این وسط لطمه‌ای که و خطراتی که متوجه کشورمون بشه به وجود نیاد که به زودی ممکنه به این مرحله برسیم. بنابراین دنیا رو بایستی واقعا بهشون گفتش که شما اگه فقط بخواید اکتفا بکنیم به مذاکره لایتناهی و بی نتیجه با این رژیم و این ورباب صحبت رو با مردم ایران که اکثریتشون خواهان نظام نیستن به یه مرحله باز نکنید، هزینه رو به خودتون و به مردم ایران صد مقابل بیشتر کرد. خب تو هم واشنگتن پست یه مقاله داشته، گلن کسلر نوشته بود که در منامه که اینا بودن چند روز پیش، خانم کلینتون هم بوده و خانم کلینتون با آقای متکی سعی میکنه با متکی صحبت کنه، دنبال متکی حتی میره که آقای وزیر خارجه، آقای وزیر خارجه و متکی سرشو میندازه پایین و دور میشه از خانم کلینتون. فکر میکنید آمریکا چرا احتیاج داره که با ایران صحبت بکنه؟ ببینید، یه زمانی بود که آقای کارتر فکر کرد که میتونه با خمینی کنار بیاد، نتیجهش هم دیدیم چی شد. تا حدی فکر میکنم که رئیس جمهور کنونی فکر میکنه که شاید بتونه با آقای خامنه‌ای کنار بیاد به نوعی. این همون اشتباه 30 سال پیشه که همچنان ادامه داره، برای که مثل اینکه هنوز ذات واقعی رژیم رو دنیای غرب من جمله امریکا درک نکرده. چطور ممکنه که مردم ایران درک کرده باشن ذات واقعی رژیم رو و دنیای غرب درک نکرده باشه با این همه دستگاه اطلاعاتی مجهزی که دارن؟ یا هدف این هستش که مملکت‌های مثل کشورهای ما همچنان مملکت‌های مثلا مصرفی باقی بمونن و هرگز واقعا تقویت نشن، که من اصلا نمیخوام وارد این تفکر بشم چون حالت توهم و توطئه رو به پیش میکشه. ولی از طرف دیگری بایستی به سوال کشید که اگر نیتتون این نیست پس چرا نمیاین؟ شما که میگید ما باز آزادی مردم ایران، شما که میگید ما از حقوق بشر در ایران حمایت میکنیم، فقط حرفشو میزنید، ولی کوچکترین قدمی که به شکل ملموسی نشون بده که دارین طرف مردم ایران رو میگیرید و مردم بیگناه ایران رو حمایت میکنید تا اینکه بازی این رژیم رو بکنید رو تا به حال از خودتون ابزار نداشتید. دیگه زمان جنگ سرد نیست که بخواید زیر جلکی کاژبه از این ور و CIA از اون ور نمیدونم این کارو اون کار بکنن. ما امروز تا یک دنیای باز و شفاف داریم عمل میکنیم.
مردم انتظارات خاص دارن و فرای شعارها و گفتارها عملکرد دنیا رو میخوان تشخیص بدن و ببینن. 31 سال پیش یادم دکتر شاپور بختیار میگفتش که غرب واقعا به فکر دموکراسی حقوق بشر نیست، اینا میخوان کت خدا رو ببینن دهو بچاپن. فکر میکنین این تفکر 31 سال پیش بختیار امروز هم واقعا معتبر میتونه باشه؟ ببینید کشورهای مثل ما و مردم کشورهای ما و کشورهایی که شرایط شبیه مملکت ما رو داشتن حق دارن که بسیار مشکوک باشن و انگیزه های واقعی کشورهایی که به ظاهر مدعی خیلی چیزا هستن. البته من یک جایی مرزبندی میکنم و این هستش که خودمون اگه بخوایم بیفتیم تو دستاندازهای صرفا بدبینی هرگز نمیتونیم آینده ساز باشیم، ولی هیچ چیز رو چشم بسته نباید قبول بکنیم و هیچ چیز رو نبایستی به حال خودش ول بکنیم. مقصودم چیست؟ مقصودم اینستش که در برخوردی که با جهان خواهیم داشت، برخوردم و مفهوم کلش نمیگم، به عنوان که در کجاست که ما از منافع کشورهای خودمون باید دفاع بکنیم به عنوان ملت این کشورها برای حفظ استقلال و بسیار مشروع خواست خودمون، اما با دنیا هم باید در یک جایی معامله کرد، کامپرومایز کرد. بالاخره هیچ قضیه سیاه‌سفید نیست، معادله یه طرفه نداریم تو دنیای امروز. راجع به دو سه موضوع داخلی صحبت بکنیم. 16 آذر بود، امروز روز دانشجو. بسیاری از مخالفین حکومت امیدوار بودن که امروز یک تظاهرات گسترده‌ای بتونه پا بگیره و دانشجوها بتونن بیان بیرون و علیه رژیم تظاهرات کنن. به جز چند مورد به خصوص واقعا اتفاق خاصی نیفتاد در ایران و سر و صدای به اون صورت نشد. فکر میکنید این سکوت و چگونه میشه گفت آرامشی که به وجود آمده، آرامش اجباری، این آیا میتونه ادامه پیدا کنه یا اینکه به نقطه خواهیم رسید که باز مثل آتش زیر خاکستر باشه و زبانه بکشه؟ ببینید جو مملکت و شرایط مملکت واقعا یک جو و شرایط درست قبل از یک طوفان رو میتونه باشه. منتها خود طوفان بلکه به وجود بیاد باعثی یک چیزی عاملش بشه، وزشی نبودن رهبری یا تشکل هماهنگی برای که این حرکتی که عملا یتیم شده بتونه دوام داشته باشه محتاج تکیه‌گاهی از این طریق هست. و طبیعتا اگر به این شکلی بدیل مشخصی با یه راهکار مشخص، با یه سری برنامه‌های مشخص، با یه سری راهنمایی مشخص، یک وسایلی که بتونه از ارتباطی واقعا در جهت راهنمایی و آگاهی رسونی به مردم، نه فقط بحث‌های کلی، جزء ابزار کار در صحنه باشه، هم کار برای همیهنانمون که در داخل ایران مبارزه میکنن مشخص تر خواهد بود و همچنان ایرانیان برون مرز، و هم دنیا در به عنوان یک بدیلی به این نظام یک راه بهتری رو پیدا میکنه. خب از چه طریقی میشه خیلی از کارهایی که در ایران میتونه شکل بگیره و مؤثر باشه رو بشه ادامه داد. خب من فکر کنم مردم داخل ایران به هیچ عنوان مقصر نیستن در نبودن این تشکل. در حدی که میتونن یا به عقلشون میرسه دارن کار خودشون رو انجام میدن. خیلی هاشم به صورت واقعا بلبداهه، حالا از یه جوونی که اونجا میاد یه نکته رو عنوان میکنه، یا به هر حال خیلی نمونه هایی که فکر کنم امروز تو دنیای اینترنت میدونید همه چیز یه جا در میاد و میشه دید. اما در اون حدی که بتونه یک کشش و یک تداومی داشته باشه قطعا بایستی همچین وسیله رو بشه به زودی در خارج از مملکت به وجود آورد. چرا میگم در خارج از مملکت؟ به خاطر اینکه رژیم به هیچ عنوانی اجازه نخواهد داد که کوچکترین ساختاری که کوچکترین بوی این رو بده که در مقابله با رژیم میخواد مردم رو هماهنگ بکنه که در داخل ایران اجازه نخواهد داد دست کم در شرایط کنونی به وجود بیاد، مگر اینکه کار از دستش در بره. ولی در ابتدا جلوگیری از پاگیری هر گونه جنبش اجتماعی قطعا و با بیشترین وضعیت سرکوب و قهرمانی عمل خواهد کرد برای ایجاد رعب و ترس و به هر حال مردم رو از این فکر به دور انداختن. ولی خب مردم همچنان به مبارزه‌شون دارن ادامه میدن، متو هیچ تکیه‌گاهی ندارن، هیچ نقطه اتکایی ندارن، هیچ مرکزیتی نیست که بتونن یک حرف و یک راهنمایی رو بشنون. اشاره کردیم به مبارزه. خیلی در داخل ایران فکر میکنن این اپوزیسیون خارج از کشور، در واقع اسمش رو باید گذاشت قمپوزیسیون، و میگن این اپوزیسیون به جایی نرسیده. 31 سال هم هست که شاهدش هستیم، کاری نتونسته انجام بده. یک نقل قولی دارم براتون از سردار یدالله جوانی، مسئول اداره سیاسی سپاه پاسداران. یکی دو روز قبل در یک گردهمایی مسئولین فرهنگی بسیج
و سپاهای استانی گفته اولویت دشمنان تشکیل یک اپوزیسیون قوی در مقابل نظام در داخل ایران است. گفته منظور از اپوزیسیون قوی اپوزیسیونی است که از پایگاه‌های مردمی و اجتماعی برخوردار باشه. فکر می‌کنید واقعا با توجه به جو کنونی در ایران میشه یک اپوزیسیون قوی در داخل کشور پا بگیره؟ اپوزیسیونی خارج از دستگاه حکومت، نه اونطور که می‌بینیم اصلاح طلبان حکومتی بعضی‌ها اسمشون رو می‌ذارن.